این موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای مهدوی آزاد. جمهوری اسلامی در چند روز گذشته همش داشت صحبت از این می‌کرد که فرقی نمی‌کنه که بخوان سپاه پاسداران و اتحادیه اروپا قرار بدن توی لیست تروریستی یا نه، ولی به محض اینکه تصویب شد در پارلمان اروپا این اقدام، الان دارن رجزخوانی می‌کنن، هشدارهای مختلف میدن، واکنش‌های مختلف میدن. دلیلش چه است؟ شما اتفاقا خیلی جالب هست، مثلا ابراهیم رئیسی اومده میگه این اقدام، این مصوبه پارلمان اروپا که البته ضمانت اجرایی هم نداره هنوز، میگه این خلاف منشور ملل متحد و قوانین بین المللی است، در حالی که اساسا ایران بزرگترین ناقض منشور ملل متحد و قوانین بین المللی است. از برنامه اتمی شما بگیر تا حمایتش از تروریسم، هر جای دنیایی که یه گروه تروریستی علیه حکومت مرکزی داره فعالیت میکنه، اینا بدو بدو سلاح میبرن، پول بهشون میدن، از پولشویی شما بگیرید تا نوع فعالیت رسانه‌ایشون، بلا استثناء فعالیت سیاست خارجی ایران خلاف قوانین بین المللی هست. و حالا جالبه که میگن این کار اروپا رو استناد میدن به منشور ملل متحد. از اون جالبتر موضع‌گیری قالیباف هست. رئیس مجلس محمد باقر قالیباف تهدید کرده، گفته اگر در شورای اروپا تصویب بشه، یعنی اروپا هم این کار رو بکنه و عملا سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره، ما هم مقابله به مصر میکنیم، یعنی کشورهای اروپایی رو در لیست گروه‌های تروریستی میذاریم و ارتش‌های اروپایی رو در لیست گروه‌های تروریستی میذاریم. این در واقع سردرگمی محض مقامات ایرانی است، به خاطر اینکه اگر این کار، اگر این ایده خیلی نبوغ‌آمیز محمد باقر قالیباف اجرایی بشه، ایران از همون لحظه عملا خواهد شد طالبان یا خواهد شد چیز شبیه داعش. به این خاطر که داعش هم حرفش این بود دیگه که تمام دنیا تروریستن، ما داریم احکام رسول الله رو اجرا میکنیم. طالبان هم حرفش اینه دیگه، همه دنیا بدن، فقط ما یکی خوبیم و ما در واقع آدم خوبای بهشت برو هستیم. فکر کنم این انتهای در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، نه انتهاش از اجرایی، انتهای مسیری که در اون میتونست از ترور حمایت بکنه، ترور بکنه خارج از کشور، اما در این حال خب کراوات بزنه یا کراوات هم نمیزنه، با یقه آخوندی کچنبر تمیز بپوشه، ظاهر رو در واقع شکل یک کشور متعارف و یک حکومت متعارف بسازه. اگر شما برگردید به فروردین 1998، جایی که دونالد ترامپ برای اولین بار سپاه رو گذاشت در لیست گروه‌های تروریستی، میبینید هشدارها، رجزخوانی‌ها و تهدیدات مقامات ایرانی خیلی خیلی بیشتر از الان بود. اون زمان حتی فرمانده سپاه هشدار داد که ما به پایگاه‌های نظامی حمله می‌کنیم در شعاع 2000 کیلومتری، حتی هشدار داد که یک از فرمانده انتظامی ایران هشدار داد که ما جلوی مبارزه با مواد مخدر رو اگر بگیریم، اروپا دشت مواد مخدر خواهد شد. الان تازه زیر خودشون دارن کنترل میکنن. منتها یادتون نره ترس اونها فقط از این مسئله نیست، ترس اونها آغاز شدن مسیری است که با قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی شروع میشه و پایانش تبدیل کردن جمهوری اسلامی ایران به امارت اسلامی طالبان افغانستان هست، یعنی جایی که دیگه سپاه و جمهوری اسلامی نتونه نمایندگی ولی فقیه در لندن داشته باشه، مسجد در آلمان داشته باشه، میلیاردها دلار پول جمع کنه، از آرژانتین بگیرید تا بیاد بیروت تا اونور دنیا باز خودش روند نیمه رسمی رسم پولشویی داشته باشه و در واقع در همه جای دنیا هر کاری بخواد بکنه. آیا مهدوی آزاد، اصلا جمهوری اسلامی میتونه تحریم اروپا رو، اتحادیه اروپا رو عملی بکنه یا اقدام نظامی، فارغ از اینکه حالا چه پیامدی میتونه واسش داشته باشه، امکانش و توانش رو داره که عملی بکنه یا نه؟ ببینید این اساسا این نوع تهدیدات که واقعا خنده آور هست، میدونید برگرفته از یک آموزه بسیار قدیمی پروپاگاندا، از آموزه‌ای که شاید رایش زمان در زمان هیتلر مثلا استفاده شد، همون زمان هم گذاشتن کنار، ادعاهای بزرگ، بیگ لای، دروغ بزرگ، فکر میکنن که قابل پذیرش هست. همین الان ببینید ایران رو از نفت و گاز جهانی حذف کردن در یک از بحرانی ترین لحظات در واقع معاصر جهان، یعنی جایی که به خاطر حمله روسیه به اوکراین و مسئله نفت و گاز روسیه، ناگهان اروپا تشنه گاز و نفت شد. ببینید اصلا نبودن ایران در بازار حس نمیشه، ایران تمام برگ برندهش نفت و گازش بود که اصلا در بازار نیست الان دیگه، نفت و گازش اگر باشه در واقع قاچاقه، مثل هروئین با نفت و گاز ایران دارن برخورد میکنن. موقعی که این برگ برنده رو مهدوی آزاد چه برسه دیگه بخواد در بازار باشه، دقیقا همینطوره. برگ برنده دوم جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟ برگ برنده دومش مثلا عملیات های تروریستی میتونه باشه، میخواد این کار رو بکنه، یه زمانی میکرد. منتها ببینید در یک دهه اخیر شما از تایلند بگیرید تا اتفاقاتی که در ترکیه افتاد، تقریبا تمام عملیات های جمهوری اسلامی لو رفته که آخرش هم به اون رسوایی رسید که حتی مجبور شدن طائب رو سرش به خاطر عملیات های ترکیه برکنار بکنن. برای من واقعا اینکه انقدر سوراخ این سیستم امنیتی ایران، چون سیستم ایدئولوژیک فاسد همینجوری میشن دیگه، انقدر اون تحصیلات اون دستگاه اطلاعاتی غربی نفوذ دارن بین فرماندهان سپاه
و روحانیون که عملا تو این زمینه کار بزرگی نمیتونه بکنه. اگرم بکنه یه دونه دو تا سه تا عملیات تروریستی، مگه داعش با چند تا عملیات تروریستی تونست دنیا رو تسلیم خودش بکنه؟ اصلا مکانیزم دنیا چنین نیست. کار دیگه ای هم که جمهوری اسلامی نه محبوبه، نه ائتلافی داره، نه شریک استراتژیکی داره، روسیه و چین هم که با جمهوری اسلامی روپایی میزنن، یعنی همین الان آقای خامنه ای، خامنه ای، سپاه برای پوتین بیشتر وسیله بازی، کارت بازی است، نه چیزی بیشتر. میبینید رفتارشو، چین رو میبینید چی کار کرد با جمهوری اسلامی، اصلا جزیره رو بخشید به عراق. مجموعاً ایران که اساسا الان در این مقطع توان بازی کردن با جهان غرب رو نداره، حتی توان اجرای تهدیدات کوچیک رو هم نداره. برای اجازه بدید این رو من فقط رجزخانی های بدونم برای قانع کردن پایین دستترین بخش های بسیج، یعنی حتی نیروهای باهوش بسیج هم میدونن که جمهوری اسلامی کاری نمیتونست بکنه، اگر میتونست بکنه سر انتقام سخت میکرد. برای اینا فقط چیزایی است که اون ته هرم ایدئولوژی کسانی دلشون خوش کنن که آره ما قرار هست کار بزرگی بکنیم در مقابل جهان غرب. سپاسگزارم از شما مهدی مهتوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان همراه ما.